خدایا شکرت که بعد از سالها نذر و نیاز این پسر رو به من و مادرش دادی. اگر هم نقصی داره همش تقصیر منه. شاید من که میدونستم با وضعیتی که داشتم شاید بچم ناقص به دنیا بیاد، نباید انقدر تو کارت دخالت میکردم. حالا که دادی شکرت، 100,000 مرتبه هم شکرت. نمیدونم شاید ذره ذره بزرگ شدن و مرد شدن بچم خواهم بود یا ذره ذره آب شدنش. خدایا بهش قوت بده، یا حداقل به من بیشتر قوت بده که توان داشته باشم هر وقت امانتی که به هم دادی به زمین خورد و طاقت بلند شدن نداشت، دستشو محکم بگیرم و بلندش کنم و بهش امید زندگی بدم. خدایا داده و نداده تو شکر که جفتش حکمتی داره که فقط تو میدونی. سلام علیکم قربان. به به سردار بزرگ، مخلصم قربان. از صدات مشخصه مثل همیشه قبراق و سرحالی. خدا رو شکر همین که نفسی هست و اجازه دارم عزیزانمو ببینم خودش کلی جای خوشحالی داره. من گفتم شما دستوری داری که من باید به نفع حسن اجرا کنم. شما همیشه به من لطف داشتین و دارین، غرض از مزاحمت. برهمت بفرمایید بر طبق لیستی که براتون ارسال میکنم این چند نفر زندانی رو به همون سلول‌های انفرادی مخصوص که براشون در نظر گرفتیم انتقال بدین. چشم حاجی به روی دو چشمم. چشمتون بی بلا، ضمناً یه زحمت دیگه براتون دارم. به همشون اعلام کنید شاید روزه آخر زندگیشون باشه و میتونن یه چیز معقول با خودشون به سلول بیارن و حتی میتونن از لحاظ ظاهری هر جور که میخوان به خودشون برسن. چشم حاجی جون، شما جون بخواه. انقل لاتبازی در نیار، دستاتم ببن. جوون اینجا سرتو بندازی پایین واسهت بهتره. داش اولا که لاتبازی نیست و طرز صحبت کردن رو رفتنم همینه. بعدشم من خودت نگفتی شاید روزه آخرم باشه دیگه. داش هم بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. تو هم زیادی هرس جوش نخور، شیرت خوش میشه. زهر ما بچه سیخ. وا کسافت آشغال بیشور چندش. اصلا حالی نیست با یه جز لطیف چجوری باید برخورد کنی ها. اصلا اون ریش و پشم تو میبینم همش توهم بزنم نکنه توش پول جک و جونه بر باشه، مخصوصا عنکبوت و سوسک. وای چندشم شد آشغال. ولی جون من صدا رو حال میکنی دورگه. خانوما کلی میرن سیگار میکشن در روز که صداشون اینجوری بشه. نکبت چلگوز. Thank you.
چند وقت تو همون رفتی؟ یعنی هیچکی به دست تو رو بزنه بکن تو دانشگاه؟ نکبت. ژل از کجا ویزایتون سره؟ اولا که ژل گیرم نایمد دوشبه ما دیدم به موام دستم هم تو ته کردم تو پریز موام سیخ سیخ بشه حالشو ببریم حرفیه ثانیه گفتم شاید اینجا که بریم خواست باشه به یه دافی مافی یه چیزی هم سلول بشیم حالشو ببریم بعدش هم با این سه سه گفتن من مشکلی داری؟ داری؟ سه گل تو سرت دستتو بده من کمکت میکنم مواظبش گلدونه نخوره به دیوار ولی نزدیکو گلدونه بشکنه ها دستت درد نکنه برادر خودت هم متوجه شدی هوای گلدونه داشته باشی مهمتره چون اگه خدایی نکرده میشکست و ریشش هوا میکشید یکی از جونداره خدا از بین میرفت من که نابینا عادت دارم انقدر خوردم این برا و آخرم چیزی نشد بازم من ساکتی میاد چطوری سر از اینجا در آوردی خدا عالم و منم اجازه فضولی ندارم بفهم ولی حاجی اگه واقعا کاری انجام بده شوشی گناهکار باشی از این صورت روحانیت بریده نگاه بعد از یه هم زجر و بدبختی ها گفتیم حداقل میفتیم گوشه و لفتونی ها زده استراحت میکنیم و هر روز آلاخون آلاخون همون بر به این بر همین بر به اون بر خوبه تو هم؟ از الان شروع نکنی به غر زدن ها؟ از مردای غرغرو اصلا خوشم نمیاد رومانتیک دوست دارم نفهمیدم ناش البته آب جیداش چون یه جوره اوب میزنی اصلا جنوالی کی باشی که جرات کردی جیک بزنی؟ مرد که بیشوره فتی کلام داشته باش من بردیا هستم همم هم بدری صدا میکنم آبجی یه ذره فکر کنید بردی بیشتر به بردیا میاد تا بدری ای بابا بی خیال دیگه انداختنمون توی یه لفتانی که نمیدونی کجاست و واسه چی حداقل با هم جروت نکنی یه ذره مهربون باشین دیگه باز هم خدا رو شکر که چند نفری هستیم ما هم یه صورت چیزی بکنیم و اینو دق میکردیم که اشتباه نکنم تا اون بچه قرتی هستی که انگوشت که تو پیریز اولا بچه قرتی نه و منم واسه خودم کسی هم کلی هم توانایی دارم حالا موسیق دیدیه که دلیل نمیشه کلی حرف و عدید سوشتم باشه اصلا دادش من موقعی خودمه دوست داشتم سیخ سیخیش کنم اصلا دوست دارم بسوزونمش حرفیه عزیزان یه ذره با هم مهربون تر باشی به خدا دنیا ارزش این حرف رو نداره مخصوصا الان که هممون جایی هستیم که شرایطمون با هم یکسانه سلولمون، غذامون، لباسامون و حتی نورمونم مثل همه بیایید با هم مهربون تر باشین و درد و دل بکنید تا روزگار بگذره لابلای حرفات گفتی نور اگه اجتماع نکنم تا همون نابینای حرفی ها؟ تا که برای نور فرقی نداره باشه نه نباشه فرق داره نداره اگه همین الان نشنفتی گفت با هم دیگه مهربون باشین و کل نندازین بس کن دیگه یک کلمه دیگه زرت و پرت کردی نکردی یا این از خلوچله اما صدای همه در اومد جز یکی کی؟ اونی که آخر سر اومد و سربازه گفت به نظر آدم خوبی میای حالا چرا اینو گفت خدا عالمه یا اون میبینی از همه شیطون تره دکی
بازم که صدا در نمیاد. گیر نده بابا، ول کن. حالا بریم تک تک خودمون رو معرفی کنیم و جربامون رو بگیم. اینجوری کلی وقت تلف میکنیم. کم تلف کم میکنیم. اسممو که گفتم. بدری. جرمم فقط همینه که دوست دارم زنونه بپوشم، زنونه آرایش بکنم، دوست پسر داشته باشم. گناه من نیست، خدا منو اینجوری آفریده. گله‌ای هم ندارم. فقط شکرگزارم. یه روز دم پارک وایساده بودم، کلی ماشین سم زدن بغل. وای باورتون نمیشه. تو این رویه بودم که وای من چقدر خوبم که همه ماشین برام زده بغل، که یه بیشعور و برادر اومدن منو گرفتن و بردنم بازداشتگاه. به خاطر چی؟ به خاطر برهم زدن نظم عمومی. چه بی منطق. خونه بودم که تردم کرده بودن. اون دوستایی هم که این پارتی اون پارتی دعوت هم میکنن تا توجه همه رو جلب بکنم، یک دونهشون خبری نبود ازشون. برای همین کسی نبود که برام سند بذاره. بعد از چند روز انتقالم دادم زندان و از اون به بدم، از این بر به اون بر، از اون بر به این بر، بلا تکلیف. با اینکه ذاتن و عرفن با تویل و طایفت حال نمی کنم، ولی یه جورایی حق داری. تو کار خدا نمیشه دخالت کرد. اگه بد بودی نمیام فریدت. شاید قلبی که تو داری خیلی ها نداشته باشن. حالا تو بگو بچه سوسول، ناراحت نشی یا غیره، این نمیتونم صدا کنم. از موقعی که پام به دانشگاه باز شد و خودمون رو شناختیم، گیر کلی به ظاهر دوست ولی ابدی افتادم. همش فکر و خیالمون این بود که امروز چی بپوشیم و موامون رو چجوری درست بکنیم و ماخه کدوم دختر رو بزنیم. حالا بین خودمون باشه، میونه اون دخترها کلی دختر بودن که مخصوصا اونا که از شهرستان اومده بودن خوشگل بودن ها، ولی چون ظاهرشون امروزی نبود اونا رو فقط واسه مکان میخواستیم. اونایی هم که خوب به خودشون میرسیدن و میبردیم این پارتی اون پارتی که همه بگن وای پسر خدای دفاز هست. هی رفتیم این پارتی اون پارتی این پارتی اون پارتی، کم کم دیدیم هر جا میریم یه داستانای دیگه ای هم هست به نام کوک. گفتیم خب ما هم بیام قاطی این کوک بازا به ظاهر یه ذره با تریپ بشیم. آقا رفتیم توش، عرق خوردیم، لایت زدیم، عرق خوردیم، لایت زدیم، زدیم 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 که با هم اومده بود قصد داشتیم با بچه های شعرش کنیم که یهو ریختن و گرفتنم. آقا آدم دختری بچه مایدار رو کله گنده در اومد و ما هم سر از حال افتونی. اصلا نمیدونی وقتی این کثافت رو میزنی از خود بی خود میشی، یه حیوان عوضی میشی. خیلی پشیمونم، خیلی پشیمونم. آره خب یه عالمه بذارن سمتش نمیری، ولی یه لاین بزنن هی یه سرگوشی میجابونی. حالا اینو گفتی باورت نمیشه، تو هر پارتی که دعوتم میکردن کوکائین به فوفور بود، ولی دریغ از یه لاین به جون خودتون. از متایی که بی ناموسی و بی غیرتی بیاره متنفرم. درسته که اشتباهت خیلی بزرگ بود و میتونست
به قیمت نابودی یه دختر که به تو اعتماد کرده بوده تمام بشه. ولی بازم خدا رو شکر که به خیر گذشت و تو هم متوجه اشتباهت شدی و دیگه نمیخوای اونو تکرار کنی. هی دوست عزیز و روانی من، البته ببخشین این لفظ رو میام، دیگه هیچی دیگه نمیاد غیر این. تو یه چیزی بگو. آها، از اون لحاظ خدا دوستت نابینا و موعظه گر من. تو بگو ببینم تو چی شد پات باز شد به اینجور جای بد بد. دوستان جالبه بهتون بگم که من کور مادرزاد نبودم، فقط چشمام خیلی ضعیف بودن و حساس، به طوری که دکتر شدیداً تأکید کرده بود که اصلا نباید بهشون فشار بیارم و خیلی مراقب باشم. خب پس چی شد که اینجوری شد؟ سالها پیش شروع کردم به نوشتن یک رمان. پاتوقم یک کافی شاپ بود نزدیک خونم، خیلی محیط آرومی داشت و اون آرامش به حس من خیلی کمک میکرد. روزها گذشت تا اینکه متوجه شدم یه دختر خانومم هر روز میاد اونجا و لپتاپش کار میکنه. بعد از این مدت یه احساس عجیبی به اون دختر پیدا کردم، در صورتی که فقط میدیدمش و هیچ وقت با اون صحبت نکردم. چشماش دیوونم کرده بود، انقدر اون احساس پر رنگ شد که داستان عاشقانم رو تحت تأثیر قرار داد. هرچه میگذشت مجنون تر میشدم، در حدی که وقتی کافی شاپو ترک میکرد تا فرداش که دوباره میومد روزگار برام تلخ میشد. تا اینکه یه روز تقدیم با یه دنیا عشق به همسر زیبا و مهربونه. تازه متوجه شدم این مدت عاشق و روانی دختری شده بودم که شوهر داشت و به کس دیگه ای تعلق داشت. شب و روز کارم شده بود زار زدن نیلی کردم. از یه طرف عزادار دلم بودم، از طرف دیگه عذاب وجدان داشتم که ناخواسته گناه بزرگی رو مرتکب شده بودم. شایدم خاص خدا بوده که چشمایی که ناخواسته و نادونسته به ناموس کسی دیگه ای نگاه میکرده رو ازش بگیره. اما درسته که دیگه نمیتونم ببینمش، ولی متاسفانه هنوز تو قلبمه و هنوز هم بهش فکر میکنم. اصلا دست خودم نیست. تو نسیم خوش نفسی، من کبیه خور و خسم، گرد فریادم مرسی، من چمودی در نفسم، تو با منی اما من از خودم دورم. چهار سال پیش وقتی دیگه احساس کردم خیلی سربار خانواده هستم، تصمیم گرفتم کار کنم. من علاقه خیلی زیادی به بچه ها داشتم و تصمیم گرفتم کار مراقبت از بچه ها رو به عهده بگیرم. آخه چطوری داداش من، تو که نابینایی؟ برادر، وقتی خدا یه حس از آدم میگیره، حسای دیگر رو هزاران بار تقویت میکنه. شما یه آدم نابینا رو بذارین توی دشت، انقدر اون حس بردباری رو میگیره که باورتون نمیشه. حالا همون آدم نابینا رو ببرید بذارید توی جنگل زیبا و قشنگ که به یه دریای آبی ختم میشه، انقدر اون حس لطیف رو درک میکنه که صد تا بینا نمیتونن اونو درک بکنن. منم اون حس قشنگ سادگی رو
بیگناهی بچه ها رو درک میکردم و رابطه خوبی باشون برقرار میکردم. پیش یه خانواده استخدام شدم که یه پسر 8 ساله داشتن. وقتی میرفتن سر کار یا مهمونی من پسرشون رو نگه میداشتم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد که بود غیر خدای مهربون هیچکی نبود. اما اون چرا بیشتر از موقع همیشه یکی هست اما یکی نیست؟ مثل همه که گفتید یکی بود یکی نبود. مثل مامانم، انقدر بابامو دوست داره باسش هر کار میکنه اما بابام نه. خیلی خوشحالم که بیشتر از سنت میفهمی. میدونی شاید من تا کی تحمل کنم این کثافت کاریاتو؟ تا خیر از اون کوفتی ها میخوری گیر میدی به زن و دخترهای مردم؟ آخه آشغال از این بچه دست گلت خجالت بکش. تو الان باید به فکر آینده این بچه باشی، نه به فکر کثافت کاریات. خفه شو داری میری تو مخم ها. هرچی خفه شدم بسته دیگه، به اینجام رسیده. گفتم خفه شو، یا دست برمیداری از این کارات یا گم شو گورتو گم کن از صورت. دیگه من بارو خفه شو دیگه. پلیس اومد منو با چاقوی توی دستم دید و پیکر خونالود و بیجون زن. خیلی سخت بود براشون باور این که من اونو کشته باشم، ولی همه شواهد اینو نشون میداد. منم هیچی نگفتم، پسرم که زبونش بند اومده بود. خب چرا؟ چرا راستشو نگفتی؟ تو دلم گفتم بهتره که اون مرد بالا سر بچهش باشه و اونو بزرگ و خوشبخت بکنه، چون هرچی باشه اون پدرش بود و من یه غریبه. حالا آقای خشن با اون صدای سکسیت تو چه غلطی کردی شیطون؟ اینجوری با حرف بزن بابا کهیر میزنم. الان وقتش نیست به موقعش. ببینم آقا لاتو بچه کجایی؟ حسن آبا بچه اونجایی؟ داداش ما یه بار یه غلطی کردیم، یه تیشرت پوشیدیم برند، آخرین برند. آخه مدلش سوراخ سوراخ بود. رفتیم تو محلتون، یکی گفت داداش خونتون موریانه داره، و یکی گفت از جنگ اومدی، و یکی گفت اسید پوشیدن. خلاص دهن ما رو آسفالت کردن. خب حق تو بچه غیرتی، این همه تیشرت با غلط کردی سوراخ سوراخ پوشیدی. این اون آبکش این هم یکیش. فکر کنم دیگه شب شده، چون بدفرم احساس خواب دارم. لااقل ساعت رو بگیم بدونیم روز یا شبه. ای بر لا اله الا الله. ای دوستان مجاور، یا بگیرین بخوابین یا بی سر و صدا هر کاری میخوایم بکنین، مفهوم؟ حالا نه به خاطر حرف جناب علیا، ولی واقعا منم خوابم میاد. خوابیدن دیگه اقل نازعدا نداره. خوب بخوابین دوستای عزیزم. کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی
شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. از این عادت با تو بودن هنوز، ببین لحظه لحظم کنارت خوشه، همین عادت با تو بودن یه روز اگه بی تو باشم منو میکشه. یه وقتای انقدر حالم بده که میپرسم از هر کسی حالته، یه روزایی حس میکنم پشت من همه شهر میگرده دنبال تو، همه شهر میگرده دنبال تو. لحظه عزیز، شادی و خوشحالی همه هموطنان، آزادی زندانیان بیگناه و گناهکاران پشیمان و ازت خواست دارم ای پناه بی پناهان، پناه مانده. بیشتر کجا میری با سبروات؟ خب آزاد شدم برم توپ تره تمیزش کنم. این همه کار کردم تو هم انگیر دادی به ابرو؟ هیچ نمیپرسی کجا شینیون کردم، هایلایت کردم، مانیکور، مدیکور، از همه مهمتر اپیلاسیون. ابرو ابرو بکن بابا، غلط کردم، بگی بخواب. Have a good night. صبح همگی بخیر. گفتم صبح بخیر. بابا بگی بخواب دیگه، آخه پشتیم چه غلطی بکنیم تو همه. با چند خود راضی؟
اصلا من عادت دارم تو لنگ زور بخوابم. بعدشم یه پسر هات با سینی صبحانه بیاد تو تختم. آبجی ارویا ببینم ماما باش. باشه میخوام ارزش کنی. اش حال داری آخ؟ الان اینجا جای نرمش و وردشه. آه الان میگفتم پاشو یه لاین بزن زودی میجستی. ای بابا بازم که کلکلتون شروع شد. امروزو با روی خوب شروع کنیم ببینیم خدا برامون چی میخواد. حاجی شما رو نمیخوای حرفی بزنی؟ نماز صبح که صدا تو شنفتیم ولی ایشالا نماز ظهرم میشنفی. ولی یک کاش جای این نمازا خط و خلاف نکرده باشی که جات اینجا باشه. برادر من و شما که نمیتونیم درباره کسی قضاوت کنیم. ولی من میتونم. من خیلی از این قماشا میشناسم که راست رو مردم واسه خود نمایی نماز میخونن و دعا میکنن ولی زیر زیرکی ریشه یه مش بدبخت بیچاره رو میخوش کنن. دست رو دلم نذار که الان دهنم رو باز میکنم و چیزایی رو که نباید بگم و فریاد میزنم. یه جوری راست میگن دیگه. از اون برای خودشون یه جور دیگه نشون میدن، از این برای میان به جوانای مردم گیر میدن. تو چرا موهات اینجوریه؟ تو چرا مانتوت کوتاست؟ تو چرا روسری تقبه؟ شلوارت تنگه؟ ابروات نخه؟ ای بابا هر کی هر جوری دوست داره مال خودشه. دوست داره هر کاری میخواد باش بکنه. حرفیه؟ خب اگر هر جا هر کس هر کاری که دلش میخواد انجام بده که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه برادر. گناه اون دسته که نمیخوان یه سری چیزا رو تو ملای عام خودشون و خانوادهشون ببینن چیه؟ چشمشون رو ببندن نبینن؟ مثلا یه سری از همین برادره چشمشون رو چهار تا میکنن تا فیخالدون ناموس مردم رو دید میزنن، بعد میان میگن زنت یا دخترت تمام جونش معلومه تنگ پوشیده. ده خب برادر اینقدر با دقت برانداز نکن. پوشیده که پوشیده گناه داره، خودش پای گناهش هست. تو چرا قد دقت میکنی؟ خوبه دیگه، حالا تو همه هیچی نمیگم دور برداشتی. منظور من این چیزا نبود. او بچه پایین شهریمون ناموس پرست داشت، با این ناموسی هم شدیدن مخالفم. زنها و دختره خودمون اینجوری به چرخم و خودمون برخورد میکنیم. تو همه طرف خودت صحبت کن بچه قرتی. مشکل ما این چیزا نیست، خیلی گنده تر از این حرف هست. خیلی. مثلا چی؟ مثلا پیچ پیچی. این فضولی ها به تو نایمده. ای بابا جای این حرف پشت یه سر و صدایی بکنی، یه تکون به خودمون بدیم. بابا دلمون پوسید. راست میگه دیگه، یعنی بین شما یه دونه هنرمند نیست. بکش چرا نیست؟ خوبم هست. الان دعاشتون برای تو میتره کنه. سرباز، ای سرباز، ای سرباز، چطور نهره میکشی؟ دمت گرم جوون مرد. حیف که اگه اون بیرون بودم هر زدن یادت میدادم. به پای قابلمه بعد بیا. قابلمه میخوای چیکار؟ به نظرت میخوام چیکار؟ میخوام کله پاچه بارو بذارم. میخوام بزنیم و برقصیم. مشکلیه داش. آی سلام علیه را برمون آدم چیز بهم زودتر بنواز منم الان پا میشم گرم کنم. بیا اینم قابلمه بعدشم بیا این در رو بکن برم خلا ترکیدم بابا. اگه من بیکارم دقیقه دقیقه تو رو برم توالت. چه تو زرت و زرتی حاجی رو میبری؟ به ما که میرسه صد تا بهونه میاری. حاج آقا میره وضو میگیره، اما تو میخوای من اذیت کنی، وقتم رو تلف کنی. چلغوز تو. خب حالا برای عکس آماده بریم. بپرسی از نفر بغلی که اون کیه لم داده تو بغل بغلی، بهش بگو داره عجب کل خفنی بین دخترای اینجا نفر اولی. اقرار رسمی نباشی جا نیست رسم و رسومی نیست، شرط و شروطی نیست حد و حدودی، فقط میخوایم امشب خوش باشیم با هم. اگه بخوای میتونی خوب باشی با من. بدو اون شیشه ها رو باز کن بیار، امشب همه هستیم تا صبح بیدار. بدو اون شیشه ها رو باز کن بیار، امشب همه هستیم تا صبح بیدار. خوره بو میده، بو کثافت میده، بو لجب میده، اینجا هم بو میده. وای عاشقی خوشونت زن. دو تا دونه دیوارو
دو تا پنجره فسخلی سر هم خلیت میشه گفتین زندان. راست میگی بود که هم بوده بله برمالفاز خارج هرچیش بد باشه دیگه زندونش خوبه. بسم الله. چند سال پیش یه بابایی فیسبوک رو به معرفی کرد. اولیش تو کتم نمیرفت. میگفتم مال بچه سوسولا و فوفولا و علافا هست. واسه جاهل افتاره. بعد خریت کردیم هی. سرسری بهش زدیم. آقا اکثر دختری رو میدیدی همه رو یه بری؟ لبا قنچاق دایی هم که بله. تا اینکه این میون یه دختره توجه همو جرب کرد که خیلی با بقیه فرق داشت. یه جورایی دلمونو گرفت. ولی من اینجا بودم و اون امریکن. تو دلم گفتم چی میشد الان اینجا بود و میرفتیم دربند دوتا دیزی میزدیم بر بدن. حالشو میبردیم و هی رفت و اومد میکردیم و خدا رو چه دیدی و یه هم ازش خواستگاری میکردیم. خلاصه ارتباط برقرار شد. سرتون رو درد نیارم. کلی خاطرخواه شدم اونم یه چراغ سبزی نشون داد. تا اینکه زد به سرم به هر قیمتی که شده خودمون برسونم اونور. هرچی پول و پله داشتم جمع کردم و زدم بیرون. قاچاقی رفتم ترکیه و از اونجا با 1000 تا پدرسوخته بازی خودمون رسوندم مکزیک و بعدش هم امریکا. کار توش نیست که بره. برای عکس لطفا ساکت. گندتون داره صحبت میکنه. خلاصه یه مدت با هم رفت و آمد کردیم و به خانوادش که یه ایالت دیگه بودن معرفیم کرد. تو یه دونه از همین تلویزیونای کوفتی لس آنجلسی هم کار میکرد. یه روز دیدم دماغه. گفتم چی شده؟ گفت یارو طرف پولشو نمیده. آقا ما هم که سرمون درد میکرد واسه دعوای ناموسی واسه چی؟ واسه اینکه خودی نشون بدی. اومدم پول نامزدمو بگیرم. نامزده کیه؟ خودت خوب میدونی کیه. گفتم اومدم پول نامزدمو بگیرم. اصلا هم برام مهم نیست اینجا کجاست تو کی هستی. آه دیدی یه سری مسائل خبری نیست شوری کرده جفتک انداختن؟ فکر شهر ارته یا دختر تنها و بیپناه گیر آوردی؟ نداشه من خودم اینو کو پشتشم. حساب منو با بچه فوفوله اینجا جدا کن. ما بچه جنگیم با صدای توپ و تفنگ بزرگ شدیم. مثل شما هم قهرمانمون یه زن لخت نیست. حالا پولو میدی ما کارمون رو بکنی. با هم ازدواج کردیم و بچه دار شدیم. زندگیمون خیلی خوب بود. شبانه روز کار میکردم که زن و بچه هم راحت زندگی کنن. ولی زیاد وضعمون خوب نبود. چون تحصیلات که نداشتم بهم کار درست حسابی بدن. این بود که زدم تو کار خلاف.
غلاف سنگی. از اونجایی هم که بچه زرنگ بودم یه تکونی خورد زندگیمو. میدونی چیه؟ احساس میکنم خیلی خوشبختم، تو رو دارم، زندگیمو دارم تو بهترین کشور دنیا، بالای بلندترین برج لس آنجلس وایسادم و کل شهر زیر پامه. ولی یه چیز خیلی اذیتم میکنه که من این بالام و ننم و هفت جد و آبادم و تمام دوستا و بچه محلمون اون پایین. بهترین غذا رو میخورم که تو محلمون حتی اسمش هم نشنیده بودم، ولی اونا شاید الان تو دلت بخندی ولی نبودی تو اون شرایط. خدا بیامرزه داییم و ننم میگفت هر وقت جبهه میومد همش بغض داشت، لغمه تو گلوش گیر میکرد. چرا؟ چون پای سفره آباد نشسته بود کنار خانوادش رو استراحت میکرد، ولی دوستاشو همسنگراش زیر آتیش. الان منم دقیقا همون حساله دارم، احساس میکنم از قافلم دور افتادم. یه بغض گنده داره پدر صاحبم رو در میاره. خدا چی میشدی همه فاصله بین آدم ها وجود نداشت؟ چی میشد واقعا؟ سوا جا مامانت کارت داشت باشه. چطوری دخمنی جونم؟ میدونی عشق بابایی؟ میدونی؟ قربونش بشم من، همش با خودم فکر میکنم اگه خودتو یکی رو بهم نهده بود چیکار میکرد. اما از اونجایی که زندگی همیشه روی خوش نشون آدمو نمیده، یه با عشقش کشید اون رو بعدش هم به ما نشون بده. شاید هم به خاطر نونه هرون بوده. آقا خوشی زد زیر دلش، یهو شروع کرد جفتک انداختن. آیا امروز دوست دارم فلان لباس رو بپوشم، اونجا امریکاست. فردا دوست دارم با دوستای پسرم که جاست فرندم برم بیرون، اینجا امریکاست. پس فرداشم که گوره بابای منو بچه. هر روز و هر شب یا خونه خودمون یا خونه این و اون، همش مراسم ایشونوش و ازارت کسافت کاری. تا هم میومدم قاطی کنم و چیزی بگم، گفت اینجا امریکاست و حق بزن. بعضی موقع هم که میزدم به سیم آخر، یه یاد بچه هم میافتادم و ترمز میکشیدم.
زهر ما اونه چی هنه رو زرشه؟ دیگه منو اولا میاری ها باز زبون خوش به چسب زندگیت وگرنه وگرنه چی؟ چه غلطی میخوای بکنی؟ فکر کردی اینجا ایران و حسن آبادتونه که زنا به کونه شستن و کلفتی مشخونن؟ آخرش هم تو سر خور من؟ نه عزیزم، هر کاری که دلم بخواد میکنم. بابا، اصلا گور بابای من به چسب این بچه به ابرفض گناه داره. تو نمیخواد قصه اونو بخوری؟ اینجا بچه ها آزاد بزرگ. آزاد؟ آزاد یعنی چی؟ یعنی که جنابالی همش پیه خوشگذرونیت باشی و بچه به امان خدا؟ تو اصلا میدونی بچه چی کم و کس داره؟ واقعا میدونی؟ تارا بیا اینجا ببینم. به بچه کاری نداشته باش. تارا گفتم به بچه کاری نداشته باش. اینجا ببینم. تارا تو منو بیشتر دوست داری بابا تا با تو هم گفتم به بچه کاری نداشته باش. لیاقتت همین بابای لات بی فرهنگته. الان وقتی کرمه تو اتاق میفهمی. بیا اینجا ببینم. دستشو ول کن گفتم کاری نداشته باش. زده به پلیس. الان هست که برسن. خودتون هم بهتر میدونید. چند وقتیه که پلیس به خاطر کاراتون شما رو زیر نظر داره و این بهترین فرصته که بتونن شما رو دستگیر بکنن. به نظر من بهتره یه مدتی فرار کنین، سر و کلهتون پیدا نشه تا آب از آسیاب بیفته. با هر بدبختی بود فرار کردم. دختره هم سپردم به خدا. چون با وفاتر و با معرفت‌تر از خودش وجود نداره. وای که چقدر دلم واسش تنگه. بهم خبر دادن مریم از لجش تمام اسناد مدارک خط و خلافم و بشه کف دست پلیس. خدا میدونه اگه میگرفتنم چه بلایی سرم میآوردن. قاچاقی رفتم مکزیکو، از اونجا با پاس جعلی و کلی پول خرج کردن خودم رسوندم ترکیه. اونجا هم از جنگل و منگل و هزار تا رو فرار کردم تا رسیدم. خودم رو گرفتن. لحظه احساس کردم نابود شدم. دیگه دنیا برام تمومه. چرا سرنوشت یه سری از ما غریب بودنه؟ تو کشور خودمون غریب، تو کشورهای دیگه غریب. و کجای این دنیا جای ماست؟ حاجی حداقل جواب این یکی رو تو بگو. جون مادرت دیگه سکوتو بشکن یه حرفی بزن. حاجی حالا من هیچ، یه مش بدبخت بیچاره که به هزار دلیل اینجا به امیده یه آینده بهتر بلند میشن میرن اونور خفت خاری میکشن و برمیگردن چی؟ تازه بعد که برگشتن میفهمن که دیگه اینجا هم جای اونانی. حاجی مملکت اختصاصی شده؟ هرچه حقه واسه خودتون برداشتونه گور بابای ما؟ حاجی ما نسل سوخته نیستیم، نسل جزغاله ایم، نسل خاک برسریم. تا به دنیا اومدیم که جنگ و خونپاره، بعدش هم که دوران بازسازی و ما هم اومدیم خودمون رو جمع جور کنیم و بفهمیم زندگی یعنی چی. تحریم ها شروع شد. بی خیال همه چی و همه کس شدیم رفتیم اون و دقیقه این وریا رو داشتیم. همه چی و همه چی و همه چی کوفتمون میشد. آخه بابا این وضعه؟ حاجی به ابوالفضل کلی از همین بسیجی ها و شهیده از بین خود ما بودن. حاجی جواب بده. حاجی دلم از دنیا گرفته. میگن بین شما هم خوب هست. ده اگه تو یه دونه اون خوبایی حداقل جواب اومده نخواستیم کاری بکنی.
حاجه مملکتمون کجاست؟ خونه کاشونمون کجاست؟ کجا حق داریم حرف بزنیم و اظهار نظر کنیم؟ به مرگ مادرم انقدی که من و همسال من از ته دل توی اعضای حسینی به سینما میکوبینیم و زار میزدیم خیلی از شما نمیکردن، خیلی از شما تظاهر میکردن. آجی این همه آدم فراری شدن هم مملکت، یعنی بدبخت ها نمیدونن چه سرنوشتی در انتظارشونه. آجی کجا واسه ما هم ارزش خواهیدن؟ ده مگه خدا همه رو یه جور نیافریده؟ مگه ما هم بنده هاش نیستیم آجی؟ چرا یه سری از خود ما بنده ها بین خودمون فرق میذاریم؟ آجی دین و آینه ما این نیست، قرار ما این نیست، این نیست. داجی یه چیزی بگو، دلمون ترکید. یه نوعی بخون، یه روزه ای بخون، یه چیزی بگو، یه چیزی بخون سبکشیم تو رو سید و شهد. واقعا بهتون تسلیت میگم، کشور ما یه مرد بزرگ از دست داد، کسی رو که برای خاک جونشو داد. ما به دستور بابای شما چند نفر از زندان به این بازداشتگاه آوردیم. اولش نمیدونستم هدفش سردار از این کار چیه، ولی حالا فهمیدم که تک تک افراد جامعه برایش مهم بودن. من میخواست نقطه نظر نماینده هر قشری رو بدونه. این برای گزارش سرداره. گفتم شاید شما هم بخواییم بخونیدش. اینم پلاکی که از زمان جنگ هنوز به گردنش بود. بازم تسلیم. خدایی که همه انسان‌ها را از یک جنس آفرید. ما شش پرستوییم در قفس که هر یک در آرزوی پرواز به سمت و سوی هستیم. در این مدت به شادی هم شاد شدیم و خندیدیم و با غم هم غمگین شدیم و اشک ریختیم. به عنوان عضوی کوچک از این جامعه بزرگ، از مقامات بالا درخواست آزادی همه پرستوها را دارم. دعای خیرشان بدرقه راحتان باد. با احترام، سرباز وظیفه وطن، علی آزاد. سلام پدر خوبم. کجا تنها پسرت اومده؟ پسری که مثل بقیه هموطنات زرد و زرد جونتو باش دادی. الهی قربونم تنها بدن تیک پارت برم. الهی قربونم نفست برم که تا جایی که یادمه به زور بالا میومد. همیشه همه جا تو هر محفلی به من و امثال من کلی متلک مینداختن که آره شما بچه های جانباز. همیشه همه جا سهمی ها همیشه اول ما رو شماست، همیشه حق اول با شماست. هزار تا حرف دیگه، اما
قافل از این بودن که سهم ما بچه های جامپنس فقط این بود که شاهد پرپر شدن عزیزانمون باشیم. یادت همیشه هر وقت از اداره میومدی شاکی و عصبی بودی و میگفتی یه از همکارتون کاری کردن که آبایی شما رو ببرن همیشه تو جامعه همه تونو به یه چشم نگاه کردن. یادت میخواست همیشه میخواستی یک کار بزرگ بسه هم وطن و تو وطن رو دور کنی. تو محفظ شدی بابای خوبا، با این کارت کلی پرسو رو از قفص آزاد کردی از جمله خودتو. خیلی راحت شدی دیگه کسی به تهمت نمیزنه، دیگه پوش چراغ قرمز کسی جلو زن و بچت فوشت نمیده. خیلی راحت شدی. اما دل منو مامان چی که کلی دل اون بسر تایی میشه. راستی مامان، به مامان چجوری بگم که تنها کسی همون بعد از خدا از پیشه همون رفت. سعادت مبارک بابای خوبم، سعادت مبارک.